استاد عزیز، بزرگوار سوال کردن برای کسایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، در یک محل کار به خاطر یک سلسله مشکلات و مسائل ممکن نیست که نمازها را سر وقت خود بخوانند و اغلب قضا میشه. اسلام در این مورد چی گفته و چی نظری داره واقعا؟ این سوال خیلی تفصیلی هست. بله، اول یک مروری مختصر بر قضای نماز بکنیم. بسیار عالی. در تفسیر آیه مبارکه لابثین فیها احقابا، سوره نبع، پیامبر بزرگوار علیه السلام میفرماید در دوزخ مدتهای متمادی میمانند. راوی حدیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، یکی از گناهایی که سبب طولانی ماندن در دوزخ میشه همین قضای نماز است. نماز قضا کردن این خیلی گناه کلان هست. ما برای زندگی خود، برای روزمره خود، برای کاروبار خود، برای کسب و کمایی خود تقسیم اوقات داریم، اوقات منظم داریم، اوقات نان خوردن من منظم است، اوقات کاری من درست است، ولی ای که حق الله هست برای آخرت خودی کار میکنیم، ای را باید یک تقسیم اوقات منظم ما پیدا بکنیم. ای برادرها، حتی الامکان در آغاز وقتی که استخدام میشوند این شرایط باید بگذارند، حتما فرمه قراردادی هست، در او فرمه اینها اضافه بکنن که ما مسلمان هستیم، ما اوقات نماز داریم، نماز اگر ما تاخیر کردیم شرعا این گناه را به ما داره، این گناه را برای ما داره. در جایی که جانی از اینها در خطر است، عزت و آبرویشان در خطر هست، متوجه شدین؟ و در او صورت اگر نماز تاخیر می شود، حالت مخمسه است، انسان یک کار حرام هم اگر انجام می ده شرعا زیر بار ملامتی نمی آید. با وجود از او باز استغفار برای از ضرورت است. در مخمسه و استرار گوشت خوگ خورد، ای به معنی از این است که شریعت گفته فمن اضطر فی مخمسه غیر متجانف الاثم فان الله غفور رحیم، برو خلاص شدین. ای استغفار بکو، تزکیه بکو خدا، تبریه بکو، غذا و طعام یافتی پس استفراغ بکو، کل که تداخل بکو که او جزی بدنی تو نشوه. این چزارم شریعت اسلامی برای ما دستور داده است، اینم باید ما نادیده نگیریم. این دوستا چنین کاری که نمازی از اینها قضا می شود، اینها کوشش بکنن که در او کشورها پیش از پیش این پیش شرط بری از او بگذارن. ما نمازهای خود می تخوانیم، در غیر از او باید در چنین موارد اینها کار نکنن که سخت مورد مؤاخذه الله قرار بگیرن. جزاكم الله خيرا.